خب سلام از میکنم خدمت شما و دوست دوستان دوستان هم همراهان عزیز بند سید امیر حسین سجادی هستم در خدمت شما خوب امروز در خدمت هستیم در مورد توضیحاتی در مورد رشته فلسفه و حکمت اسلامی خب در ابتدا میپردازیم به معرفی این رشته خب اگر بخوایم یه خلاصه در مورد معرفی رشته خدمت شما از آن عرض کنیم و بگیم که رشته یه فلسفه در مورد به بحث وجود و حقیقت شناسی میپرداز یعنی مثلا یه سری از وجودی که مربوط به خود انسان هستش که دو راه اصلی اساس برای اون تشریح شده راه اصلی عشق و راه عقل خب ببینید اصلا آن قبلا هم گفتن گفتن که هر چیز سر جای خودش قرار یا سر عشق سر جای خودش عقل هم سر جای خودش هر دو خوب و مفیدن به شرط اینکه هر کدام سر جای خودش قبل و هر کدام جای دیگری را نگیر رش فلسفه حکمت اسلامی هم به همین شکل البته راه های شناخ غیر است عقل راه های مثل شهود استدلال منطق مثلا این رای وحی الهی که بالاتر مرتبه شهود هست و این راه اختصاص سر به پیامبران الهی مربوط میشه خب در این رشته دانشجویان با فلسفه اسلامیان آشنا میشن با روش تفکرات الهادی آگاه خواهن یا فارغ و تحصیلان خب توانا پیدا میکنن شناخت منطق و عرفان دیگر توانایی های فارغ و تحصیلی این رشته اما اگر بخوام که به توانایی این رشته فلسفه حکمت با رشت مشابه پردازیم رشته فلسفه حکمت اسلامی علا رقم برخی باید هایی که بارشه مثل فلسفه مبانی حقوق اسلامی یا مثلا رشای دیگه داره فلسفه کلام اسلامی با یک سری از درست مثلا خب قبول داریم خودمون که مشترک ولی یک سری از درست هستن که حالت اختصاص هم مثل تفاوت ررش روانشناسی مشاورم که هر که میگه میگه, که آقا خب هر کسی که مشاور هست روانشناس هم هست و هر که روانشناسه مشاورم هست خب این تصورات کاملا غلط خب ما نمیتونیم اینو قبول من که یه سری افراد میان میگه که خب افرادی که مثلا مشاوره میخونن روانشناسی زن ولی افرادی که روانشناسی میخونن مشاوره هستن بازم این تفکر غلط رش روانشناس با بحث روان درمان, درمان افراد سر کار داره یعنی افرادی که وارد رش روانشناسی میشن بحث درمای یا مثلا روانشناسی برخی از مثلا شخصیت و شغل و اینا میپردن مشاوره نه بیشتر با نظریه رویکردها روی ها کار برداره. و حالت پیشگیری در این انجام فرش فلسفه حکمت اسلامی با دیگر ها به همین رش اشاره شده خب اما اهداف رش فلسفه حکمت اسلامی را. اگر بخوایم بهش اشاره کنیم یه سری مثلا اهداف در مثل تربیت انتیش که بتونم ارزه کننده تفکر ناب در حوزه فلسفه حکمت اسلامی باشم به عنوان انجام پجوهش های بنیادی بتونن انجام بدن تربیت محققان که با توجه به مطالعات حوزوی کلام یا فلسفی غربی بتونن دیدگاه جدید را, را کنن اما توانایی های لازم قدرت تحلیل و استدلال و خلاقیت ذهن و فن بیان خوب هستش که باید هر که وارد رشته میشه اینا داشته باشه وضعیت ادامه تحصیل این رشته تا مقطع دکترا امکان پذیره چون افرادی که وارد رشته فلسفه که من میتونم بعدش وارد رشته مثل الهی یا فلسفه و کلان بشن بعدش دکترا مربوط به همون رشته که در کارشناسی ارشد میخونن را بگیره موقعیت شغلی این رشته فلسفه و حکمت هم اگر بخوایم این کنیم مانند رشته های دیگه که در ویدیو قبل خدمت شما عزیزان عرض کردم بچه مشترک این رشته میتونه استخدام آموزش و پروره و ساعت آموزش و پروره یا وزارت علوم شده که به عنوان استاد تدریس کنیم و انجام پجرش های بنیادی تحقیقات حوزوی و دانشگاه هم میتونه اما دو، طول دور کارشناسی رشته رشت، فلسفه حکمت اسلامی چهار نیم سال هستش به عبارتی دو ترم که ترم آخر مربوط به اختصاص داره به پایان نامه شما که از شما باید روی پایان نامه دون فوق خوب کار کنیم که نمره قبولی کسب کنیم که انشالله مدرک کارشناسی ارشد دونم بگیرید اما شرط ورود به این رشته داشتن مثلا شرکت در آزمون سراسری هستش که حالا شرکت در کارشناسی ارشد ناپیوسته بعد شما شرکت کنید پذیرفته شد در آسمون های حالا مصابه عملی عمومی دانشگاهی که یه سری دانشگاه ها انجام میدم دارا بودن دانشنامه کارشناسی و مؤسسات آموزشی هم که مورد تحقیق وزارت علما تحقیقات و فناوری باشه اما دانشگاهی که در رشته فلسفه حکمت اسلام هم دانش دانشگاه دانشگاه غیر انتفاعی ممرزا از سرش الهیات معارف اسلامی حکیم سبزواری متحری تهران از زهرا شاهد تهران یا سوچ مد... با هنر که ارمان اردبیل و خیلی دیگر دانشگاه که در اینجا خودتون مشاهده میفرمایید اما امکانه ادامه تصویر در این رشته اگه بخوایم در خارج از کشور بهش اشاره کنیم بله امکان پذیره که افراد به شکل بورسیه یا در قالب فاسد مطالعاتی میتونن مهاجرت کنن حالا رشته که مثلا بیشتر کشورهای عربی زبان ده رشته خب بورسیه یا خوبی میکنه اما گرایش های ارشد که میبینی فلسفه کلام هست کلام تطبیقی عرفان اسلامی مذاهب اسلامی دین شناسی شناخت اندیشه های امام خمینی رحمت الله علی شیعه شناسی فرق تشیع فلسفه اسلام که خدمت خدمتتون کردم که شما میتونید در مقطع کارشناسی هر این رشته رو ادامه بدیم باز کلام اسم کلام امامیه کلامش یه منطق فهمیدی امام شناسی و معارف ائمه هستش اگر بخوایم خب درست که برای این رشته میخوایم بخونیم در کنکور سراسری در رشته علوم انسانی با چارو اولا این رشته جزئی رشت که جزئی گروه های یک رشته ادبیات علوم انسانی که زبان ادبیات فارسی ضریب 4 داره عربی عمومی ضریب دو فرهنگ و معارف اسلامی ضریب سه زبان خارج از ذریب دو ریاضی از دو اقتصاد ذریب یک علوم فنون ادبی هم و ادبیات اقتصادی بشه ذریب چهار عربی اقتصادی ذریب چهار علوم اجتماعی ذریب یک تاریخ و جغرافی از یک فلسفه و منطق ذریب سه و روانشناسی ذریب یک ده. که شما خب با درصد درصدتون بهتر باشه خب و تراز ترازتون شانس قبولی دونم در رشته‌های دانشگاهی مثل دانشگاه تهران و شاهد فوق‌العاده بالاه و اینکه بهتر میتونین در این رشه ها فعالیت کنین تا تحصیل کنین خب از امیدوارم که مطالب امروز بردون مفید و ثمر واقع شده باشه تا دیدار بعدی هم شما رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم یا علی مدد خدا نگهدار